Bárbara, Bárbara. Gazı da da koy. چه خوش رنگه. مال منه؟ نه خیر. مال من نیست. هنوز معلوم نیست مال کی. مال منه. بابا دستپخت مامان خانوم آدمو به کجا میبره؟ البته این کتلتو من پختم. تو فقط یکم مایه‌شو درست کردی، بقیه کارش که من کردم. خب انقدر سر کتلت دعوا نکنین دیگه، اصلا با هم درست کردیم. من قربون دست و پنجه دوتاتون برم، اینجوری که با هم حرف میزنین ها هزار تا خاطر برم زنده میشه. حالا شما هم زیاد به خاطرات گذشته فکر نکنین. چرا؟ مادام بهتره بیشتر آینده رو ببینه، مسیر پیش رو. چایت سرد نشه. رحیم از بچگیش عاشق کتلت و چای شیرین بود. آره آره راست میگی. آخ 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 درد بدنم بدتر شد. شما هم زیاد راجب گذشته صحبت نکنیم دیگه. حالت خوبه رحیم؟ بله یکم سرما خوردم، چمچمالم. جاروی خیسم به پشت میکشن؟ آره آره آره. شما ناراحت نباشین. مگه تو برات مهمه که ما ناراحت باشیم؟ یعنی چی؟ بابا داشت برای شما گریه میکرد الان بالا. گریه میکرد؟ برای چی؟ یه سوسک دید یاد شما افتاد. رحیم تو سوسک میبینی یاد من میافتی؟ اوه چه چرت میگی؟ سوسک دیدین یاد مامان افتادین؟ از این سوسک خوشگلا بالدارا نازا. رحیم پاشیم 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 بریم بگیریم بخوابی، من صبح زود باید برم پارک. دی پارک چرا؟ نمیدونم، احساس میکنم من هر روز صبح زود میرفتم پارک یک کاری داشتم. آره؟ نه نه پارک چی از پارک پارک صبح. اصلا میخوام دو روز بریم بالا تو اتاق من بخوابیم، فقط فیلم ببینیم. قبوله؟ آره قبوله. دیدی گفتم همه چی درست میشه؟ راستش هنوز باورم نمیشه مامان خانم. چیه؟ بله؟ نه نه نیستن. کی بود؟ اشتباه زده بود. نه نه با شما کاری ندارم. شما نمیشناسینش. شما نداره کسی اینجا زنگ بزنه. کسی نیست. اشتباه زنگ زده. ببخشید بابا بابا نرم بهت میگم اشتباه بود دیگه. بله سلام رحیم. سلام. کجایی تو؟ بریم دیگه. شما؟ محسنم.
یادم اومد. آخ بدنم. اومدم. نری نه بریم به خاطر من. من اگه برات مهم بودم موقعی که داشتم اون همه درد میکشیدم روشنم میکردی. بریم. خب روشنتون میکردم که بریم بشین بکشین. ما بچه بودیم جرات نداشتیم جلو پدر مادرمون پامونو دراز کنیم. بچه‌ها الان جلو باباشون حرفای بزرگ میزنن. شما ببخشید حالا برم برگردم باید واسه تربیتش بیشتر وقت بذارم. کاشو بگید بریم. بابا دارم بالا نگاهتون میکنم. چیکار کنم؟ رهی بریم. بابا نهاری بابا باری کنه بابا نه. دمت گرم. چکرم. کمتر مزاحم میشیم. سلام. چرا؟ سلام. دیگه یواشاش داریم کمش میکنیم دیگه نفهمیدی؟ قبلا هفته یه بار زنگ میزدی الان پنج روز یه بار داری زنگ میزنی. خب دیگه. خب دیگه چیه میگی داریم کمش میکنیم. آره یواشاش داریم کمش میکنیم. داداش داری اشتباه میزنی شما الان داری زیادش میکنید. درسته؟ هفتو کردیم پنج. هشت نکردیم که. دو تو کم کردیم. آفرین. چه؟ هیچ. دمتون گرم کارتون درسته. همین فرمونو برید جلو. اوکی. برید دارید دیرتون میشه. باید. هیچ. نه درسته. درست؟ دو تو کم کردیم. خوبی من تو اینه که اهل افراد نیستیم. یه کاری هم اگه یه موقعی انجام میدیم او دیر به دیر اصلا به خاطر همینه که رابط. پس رمزمون اینه واسه همین خیلی حال میده.
تو بگو آخرین باری که ما تو این حال اینجا نشسته بودیم کی بود؟ یه ماه پیش. حالا یه ماه که نه، فکر کنم جمعه بود. جمعه؟ یه ماه پیش نبود؟ جمعه همین هفته. آره راست می. اصلا شنبه بود اومدیم بازی میلان یوور اینجا دیدیم. نه سوختم. یک شنبه بود بازی ال کلاسیکو رو داشتیم میدیدیم که تو خودت لوس کردی گفتی دیگه تمومه. راموس که گلو زد تو عصبانی شدی گفتی دیگه فردا تمومش میکنی. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. این دیشب؟ نه. یعنی از دیشب تا امشب کاری نکردیم؟ نه دیگه. خوبه؟ البته دروغ نگم من صبح استثنانیم. اون که منم صبح. آره استثناء رو که نمیشه حساب کرد. نقشه خوبی کشیدم خیلی. حالا میخوای نامه رو چی کار کنی؟ سوال خوبیه. میگیم گم شده. اون همه اصرار کردی نامه رو دیدی، فکر میکنی باور میکنه؟ نه میفهمه. یه نامه مینویسیم میگیم مال مامانشه. تو واقعا میتونی تا این حد به ترانه دروغ بگی؟ نه نمیتونم. الان زنگ میزنم ازش معذرت میخوام. حقیقت رو بهش میگم. جرأتشو داری؟ نه. براش میبیسم. تر از جانم سلام. حبیب
کی اومدی؟ الان مگه قرار نیست بری با دختر حرف بزنی؟ بازیار تو مردی هی رو هوایی؟ تو مردی چیه؟ من تازه میخوام زن بگیرم. باشه برو بینم. باشه الان میریم. صبح قشنگ و دلنگیزت بخیر. بیدار شو هموطن، نغمه پرندگان تو رو صدا میزنه، آسمان نیلگون به تو لبخند میزنه و عطر اشتها برانگیز نان تازه در انتظار توست. پدر صبح قشنگیه؟ بله قشنگه. آسمون نیلگونه؟ نه بابا خاکستری. بیا مادر بابا. این صدای نغمه پرندگانه؟ نه فرزو. فرز نوعی پرنده است؟ نه بابا تو ساختمون سازی ازش استفاده میکنه. آها. سلام بابا. سلام بابا. سلام. سلام. کجا با این عجله؟ الان میام الان میام. باید بریم کارخونه. گفتم میام دیگه. آخ چون چه عطر اشتها برانگیزی. ماما این نون تازه است؟ نه قربونت برم ماشینی. از تو فریزر در بردم گذاشتم رو گاز گرم شده. بخور. فکر کنم این شبکی برای یه شهر دیگه است. زنگ میزنی، دختره میاد در رو باز میکنه. اگه زن امیری اومد چی؟ اون از شهرستان اومده اینجا که خواهرش حرکت نکنه، پس خودش میاد در رو باز میکنه. بعد لبخند میزنی، بهش میگی ببخشید شما قصد ازدواج داری؟ اونم میگه بله. اگه بگه نه چی؟ همه دختر رو قصد ازدواج دارم. حالا یه وقت به دختره که قصد ازدواج ندارم بر نخوره. شوخی بود، واقعا شوخی بود. خوبین؟ به نظرتون من گزینه مناسب؟ سلام. سلام. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. مدرسه نرفتین؟ نه. چرا؟ امروز تعطیلم. وسط هفته است که. میدونم من تعطیلم. آها یعنی دانش آموزان میام ولی معلم ندارم؟ حبیب جان من دبیر شیمی هم، چهارشنبه هم کلاس ندارم. آها شیمی ندارم. بله. درس دیگه دارم. درست. یا مثلا ممکنه فیزیک داشته باشن. بله. یا مثلا جبر شاید به جای شیمی جبر داشته باشن. درست. یا مثلا شاید زبان داشته باشن دیگه. حالا میخوای همه رو بگی؟ گفتم یه چند تا مثال بزنم که براتون جا بیفته. برای من جا بیفته؟ چیز کلن بفرمایید. چی؟ چی کار داشتی؟ داشتم میرفتم پایین، گفتم یه زنگی بزنم. زنگ بزنی که چی؟ که تشکر کنم. از چی؟ همه چی دیگه، همین که هستین. به قول معروف مرسی که هستین. چیزه یعنی ممنون که هست. ای چطور داری میری بالا؟ توی گفتی داشتم میرفتم پایین. چرا چی نفهمیدم چی میگم؟ چرا داری میری بالا؟
اینجوریه دیگه آقای امیری، زندگی بالا پایین زیاد داره. یعنی مرسی که هست، ممنون که هست. مراقبت مراقبت. یه لقمه نون و پنیر بگیر بیا تو ماشین بخور، دیره ها. شما برید من بعد میام. میگم بار داره میاد، باید تحویل بگیری. الان نمیتونم، برای دوستم حدیه کاری انجام بدم. وای تنم سیخ شد. پدر بذارید داداش اینجا بمونه دیگه، به خاطر دوستشون میخوام بمونه. بیایم یه کاری بکنیم دوستی ها و ارزش های اینجوری حفظ بشه. آفرین، از این بچه یاد بگیر. اینو که خودم گفتم. نه بابا، این پولی ویرت بکن تو شلوارت. آره بابا برید. مسیر موفقیت و پیشرفت جز از کوچه صداقت و درستی نمیگذره. ممکنه بعضی وقتا با دروغ کار شما شتاب بیشتری بگیره، ولی در نهایت جاده دروغ به کجا میرسه؟ به کجا میرسه؟ به پرتگاه. بالاخره یه روزی اون دروغ خانم محترم، خانم محترم. بله. ببخشید کسی شما رو مجبور کرده تشریف بیارید سر این کلاس ها؟ ببخشید استاد، تمام شد. ببخشید. من نمیفهمم. همه ما موبایل داریم، ولی به احترام این جمع و حرمت این کلاس یک ساعت و نیم چیکارش میکنیم؟ خاموشش میکنیم. ببخشید استاد، کار واجب بود. ببخشید. همه ما کار واجب داریم، همه ما مشکلات شخصی داریم، ولی اونو میذاریم برای شما بگو، برای بعد از خاموشش میکنی. ببخشید. چی شده؟ یه کار کوچیک داشتم، الان سر کلاسم، بعد کلاس میام خدمتتون. خیلی واجبه، فقط 30 ثانیه. الان وسط کلاس نمیشه، بفرمایید. ببخشید. کجا داری میام؟ ببخشید. میگم نمیشه. خواهش میکنم یه دقیقه وایسین استاد، خیلی زود. چی؟ برمیدن. ببخشید. نه نه. دیوانه شدی؟ چی کار داری میکنی؟ من خودم دارم الان به اینا تذکر میدم، میگم کار خصوصی بعد از کلاس. همینجوری من میکشی میادی بیرون؟ خب از اون برای یه دقیقه بیشتر بایستی. چی کار داری؟ مایدم بگم خیالتون راحت، قضیه نامه حل شد. چجوری حل شد؟ بعد از کلاس با هم میریم خونه، خودم همه چی رو به ترانه میگم. همه چی یعنی چی؟ یعنی شما هیچی نمیخواد بگید، همه چی رو بسپاریم به من. محسود چی کار میخوای بکنی؟ خیالتون راحت. تو میگی خیالتون راحت، بدتر تن و بدن من میلرزه. وای ماجر، من دارم میگم. پس همه چی رو میسپرید به کی؟ نه هم نمیجوری نگاه نکنید، چون دیگه وقتشه که شاد باشید و پیرو. الان هم باید برید سر کلاس. از اولش هم نباید به حبیب میگفتی، خودت بعد میرفتی حرفتو میزدی. دیدم اون هفته 3-4 تا خواستگاری میره، گفتم تجربهش بیشتره دیگه. اگه حبیب بیزن بود باقچه خودشو بیل میزد. تنهایی میترسم. اولش همه میترسم. ببین دوبار برات زدم ها. به به چه کله ای شد. دست شما درد نکنه.
بابا هم از تو برچی میگیرمش جواب نمیده. اسم اونو پیش من نگیر، خودت هم بهش فکر نکن. همین الان بلند میشی میری پیش دختر و آقای امیری، پیشنهادتو میگی. هیچکی به این کله نه نمیگه. اینه کدو قلقلی شدی. آقا چرا انقدر دیر زنگ زدی؟ اشکال نداره، من تا نیم ساعتی که خودم میرسونم. حالا نوبت منه. سلام. سلام. خوب هستین؟ ممنون. آقای امیری همین الان رفتن. اگه بدوین با خودتون کار داشتم. با من؟ بله با شما. بفرمایید. مستقیم راحت چکشی. قصد ازدواج دارین؟ چی؟ خب پس قصد ازدواج دارین. خب منم برای همین اینجا. ببینید آقا، شما یه بار دیگه اومدین یه سری مسخره بازی در آوردین، من هیچی بهتون نگفتم. اگه شما بیکاین برای این کارو وقت دارین، من وقت ندارم. مسخره بازی چیه خانم؟ اتفاقا این سوال خیلی برای من جدیه. ازدواج یک آری دو خیر. من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگین. پس شما بله زمینی رو به من داد. وا. ببینید من به عنوان پدر خواستگاری ایران دیگه میدونم وقتی یه دختر مثلا میگه من باید درس بخونم، اون نه من باید ادامه تحصیل بدم و اینا، دیگه یه جورایی یعنی آره درسته؟ من درباره درس خوندن حرفی زدم؟ باشه دلیل نمیشه، من جواب خودم رو گرفت. باشه در رو ببندی، گوه من نمیدونم الان پشت در اینجور. مگه نه؟ حالا دوست دارم پرواز کنیم بیای آقا مازیار. حبیبت مثل تو نیست، وقتی حرف میزنه تا تهش میره. ترانه عزیزتر از جانم. سلام دخترم، اکنون که این نامه را برای تو می نویسم می دانم روزهای زیادی پیش شما نخواهم بود، به همین دلیل می خواهم همینجا تلویحاً از تو خواهش کنم که همواره مراقب پدرت باشی و نگذاری که او جای خالی من را در خانه احساس کند. عزیزکم. همیشه به من میگفت عزیزکم. آره میدون. عزیزکم حواست باشد که پس از آن که تو به خانه بخت رفتی، پدر پیر و فرتوت و ناتواند تنها خواهد شد. ناتوانش کن؟ نداره ببخشید، پدر پیر و فرتوت تنها خواهد شد. من در همین جا بار دیگر تلویحاً از تو میخواهم پدرت را در انتخاب همسر یاری کنی و او را آزاد بگذاری تا مونسی برای دوران کهولت و تنهاییش برگزیند. مبادا که با او مخالفتی کنی، چون من خودم راضی هستم و دوست ندارم این پیر مرد آخر عمری
تنها و بی کس باشم. این نامه را به پدرت می سپارم تا هر وقت که صلاح دانست به دست تو برسانم. قربان تو دختر گلم، کسی که همیشه عاشقانه دوستت دارد، مادرت شبنم. بده ببینم. چی رو؟ نامه مامانم. نبینی بهتره. چرا؟ ترانه جان بی خودی خاطرات گذشته زنده میشه. پدر میخوام خط مامانم ببینم. خط خط دیگه. یعنی چه خط خط؟ نامه مامانم بده. مامانم انقدر خطش بد نبود. خوبه که نه، روزای آخر نوشتن مرحوم قشنگ معلومه جون نداشتن، دستشون میلرزیده. قشنگ معلومه دراز کشیده بودن مینوشتن، قشنگ معلومه زیر دستی هم نداشتن. بابا این نامه رو واقعا مامان نوشته؟ بگو آره. همه چی رو خراب نکن، زندگی منو نفرست رو هوا. جان من بگو آره. پس چرا تا الان چیزی به من نگفتی؟ بگو. خودتون بگین. برای اینکه فکر میکردم الان وقتش نشده. خب این اصلا تا الان کجا بوده؟ توی گاف صندوق آموزشگاه بود. به من که اولین بار اونجا نشون داد. الانم به اصرار من قبول کردن نامه رو بیارن، چون به نظرم حقت بود که بدونی. فدی که راضیه، یا آرامش خاصی تو چشاشه معلوم نیست، ممکنه آرامش پیش از طوفان باشه. ولش کن بابا، اینم معلوم نیست چشه. کردی مسعود؟ به خاطر شما؟
اگه ترانه بفهمه میدونی چی کارت میکنم. حالا اینقدر سخور یکم آروم باش، بعد برو بهشون بگو تو دو روز نیست اومدی تو این خونه، بی خود میکنه میاد دمه در پیشنهاد ازدواج میده. اصلا صبر کن آقای امیری که اومد خودش بره باباش حرف بزنه. الان تو با این وضعت میخوای این همه پله بری بالا؟ یه دقیقه هم صبر نمیکنم. این فکر کرده چون پول داره میتونه هر بی احترامی بکنه. برو کنار. سلام. این چرت و پرتا چی بوده به خواهر من گفتین؟ میام خدمتتون توضیح میدم. امر خیر. سرتون رو میندازین پایین، هر کیو میبینین بهش پیشنهاد ازدواج میدین بعد میگید امر خیره؟ خانم امیری من خودم متخصص خواستگاری ام. میدونم قبلش باید خانواده هم رو ببینن. من فقط میخواستم مزه دهنشون رو بفهم. عجب روی دارین شما، واقعا فکر کردین چون صاحب خونه این صاحب خودمونم هستین؟ شما برید از خواهرتون بپرسین ببینید من یک کلمه در مورد مسائل و حقوق مالک مستاجری حرف زدم؟ دیگه اسم خواهر منو نمیارید. امیری که بیاد خودش میدونه و باباتون. بابام برای چی؟ اگه حرفی هست به خودم بگین. آقا حبیب. بله اومدم. یه لحظه اجازه میدین من. بله توی بیا بالا. کی بود؟ مازیار. حبیب جان مادر بیا کمک کن، این قابلمه سنگینه، میخوام برنج آب کش کنم نمیتونم. چشم الان بیام با تو. هم مچم درد میکنه. الان بیا. چی شد؟ بهش گفتم امیری رو میفرستم با باباش صحبت کنه. سلام. علیکه سلام. به اون دوستتون میگین تا امیری تکلیفش رو با باباش روشن نکرده دور و بر خونه ما دیگه پیداش نشه. چی؟ حبیب؟ بله. چرا؟ خودش میدونه چرا. آن سر قضیه دیروز که شلوغ پلوغ شد و اینا، اون که آقای امیری زد تو سر بابام که. نه خیر. به ایشون بگین اگه پول دارن برای خودشون دارن. خواهر من از اون دخترا نیستش که هر روز میره خواستگاریشون. خجالت هم نمیکشن. مازیار
مازی؟ ریجکت میکنه. سلام. به سلام. خوبین آقا حبیب؟ بله. شما خوبی؟ من خیلی خوب نیستم. چرا؟ پدر کمی کسالت دارن. چرا؟ تو سرش خون لخته شده. دوباره شروع شد؟ نه 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 اصلا نگران نباشین. شما هم همینطور. من دیگه اون آدم سابق نیستم. اصلا رو اعصاب نمیرم. خیلی منعطف شدم. ببینید. کجا؟ آقا کجا؟ نگران نباش. بابا کجا؟ نه نگران نباش. من دوستم هم. نمیخواستم جایی برم. من میخوام بدونم به نظر ما باید چیکار کنیم. چیکار کنیم؟ یعنی به نظرم بیا امیدوار باشیم اون خونی که توی سر پدر شماست چیز مهمی نباشه. ولی متاسفانه هست. خب امیدوارم زود خوب شه. احتمالا شما کنجکاو شدیم بدونیم اون لخته خونه تو سر پدرم برای چیه. نه چون راستش من اصلا علاقه ای ندارم تو مسائل خصوصی دیگران دخالت کنم. سلام برسید. خداحافظ. بابا آی پتلای دره. اشکالی نداره شما راحت بشید من منعطفم. آی دوست عزیز نمیشه که دم به دقیقه بیا اینجا ما رو تلکه کنی. این چه حرف زشتیه شما میزنین. اگه شما لطف کنید 1,000,000 به من قرض بدید من قول میدم تخصیصش کنم ماه به ماه به شما برگردونم. ببین من اگه 1 قرون به تو کمک کنم حبیب نیستم. راتبکش برو. ببینین چطوری با من برخورد میکنه. نه بابا عیبش میگم رفتی با دختره حرف زدی. میگه آره الان فهمیدم راست میگفته حرف زده ولی واسه خودش نامرد. خب چرا عصبانی نباشم؟ مسعود حبیب پشت به من خنجر زده. ببین من اصلا دیگه یه همچین آدمی نمیشناسم. یعنی نه من میشناسمش نه تو. فهمیدی؟ تمام. این حبیب چرا اینجوریه؟ بابا بیا چای ریختم. آدم فردا شب میخواد بره خواستگاری امروز به یکی دیگه پیشنهاد میده. کی؟ حبیب. من نمیدونم چرا بعضی از مردا اینطوریان. یه لحظه گوشی. اگه منظورتون از بعضی مردا بابا هم بابا اینطوری نیستن. این مسئولیتی که اون نامه به گردنیشون گذاشته. خونه های مهاجر اینا. های مهاجر خیلی سلام میرسوندن. کی سلام رسوندن؟ تلویحاً رسوندین دیگه. مسعود به مازیار بگو نهار بیاد اینجا یه عالم ماکارونی داریم. مازی ترانه میگه بیا اینجا ماکارونی بزن. های مهاجر هم خیلی اصرار میکنه. انقدر هرس نخور برات خوب نیست. پس نهار اینجا میبینمت. خداحافظ. من کی اصرار کردم؟ آی مهاجر تلویحاً. بابا میشه یکی دیگه از نامهای مامانو به من بدین؟ برای چی میخوای؟ الان که داشتم دوباره نامشو میخوندم انگاری خیلی دستش لرزیده. میخوام دستخط معمولیشو ببینم. خیلی دستخطش فرق نمیکنه اینجا؟ همین طورا بود دیگه. باشه میگردم برات پیدا میکنم. خیلی ممنون. پس
بله. برو سری نامه رو امها کن. چیکار کنم؟ امها. امها چیه؟ تو لیسانس داری، اون وقت نمیدونی امها یعنی چی؟ بر میخوره به لیسانس. نمیخواد معذرت خواهی کنی، به لیسانس ها بر نمیخوره، همه معنیشو میدونن. تا گندش در نیامده برو سری نامه رو سر به نیستش کن. امها یعنی سر به نیست؟ رفت این تو. فقط اگه من نامه رو امها کنم ترانه میاد بگه نامه کجاست چی بگیم؟ میگیم دست خودت بوده دیگه، حواسش نیست. من الان میرم سرشو گرم میکنم. بودو بای ماجه، من امها میکنم ولی الان ترانه باور کرده نامه رو امها کنیم شک میکنه. برو. اما این سوالی که فهمیدن که خب حالا شیر دوست ندارن، دوست ندارن به جهت طبعشون یا به جهت آرزه‌ای که اتفاق میفته، این رو هم باید برا ما بگن، چون ممکنه که یک محصولی رو ما تجویز بکنیم که مذاقشون خوش نیاد ولی عملا جنبه درمانی و دارویی داره. این رو باید مشخص بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم، زحمت نکشید. من هیچی نمیخورم. ببینید به چایم لب نزدم. یه پرتقال حداقل بفرمایید. خیلی ممنون. من حتی خیارم که از همه ارزون تره نمیخورم. اصلا برای خوردن نیومدم. اگر غیر از این باشه مصرف زیادش اتفاقا بدتر از اون ماستیست که یه جوری مثل موش مرده نشستی اینجا میگی من چیزی نمیخورم، هر کی ندونه فکر کنه نیکوکاری اومده یه کمکم به ما بکنی. لحنتون اصلا خوب نیست. من دارم میگم اگه دوست دارین برای خون لخته شده سر اون پیرمرد یه کمکی به ما بکنید. اگه دوست ندارین که هیچی، اجباری توش نیست. آفرین، دوست نداریم. درکتون میکنم. اگه درک میکنیم برو بیرون. همینجوری که من شما رو درک میکنم شما ما رو درک کنید. دفعه قبل به خاطر نوع رفتار من اعصاب یه عده خورد شده. من نمیخوام دوباره سیریش بشم رو اعصاب شما و بقیه راه برم. لطفا با من همکاری کنید تا وقتی نظر شما عوض نشه من اینجا هستم. اونجا رو نگاه کنی، برنامه جالبیه. حبیب جان مادر، یه دقیقه بیا تو آشپزخونه. این کنه چقدر میخواد؟ یه میلیون. و یه میلیون. برنامه جالب تلویزیون. حبیب الان عباس آقا بیاد اینو اینجا ببینه کتککاری را میندازه. من چیکار کنم؟ یعنی چه من چیکار کنم؟ قبل از اینکه اون بیاد این باید از اینجا رفته باشه. من که از خدامه ولی کاری نمیتونم بکنم. تو زدی با دوستات باباشو زیر کردی، الان هم برش دار ببرش پلو همونا. چیکار کنی؟ مازیا با تو هم اون دیگه اصلا اسمشو جلو من نگیم به جنگ اینجا بخ کنی اینو برد ببزه سر میز. محسوم باز با سر من شوخی که افتی جلو زنید. ببخش بیا تو اینو ببر من بگیزم. وای چه تهدیدهایی شده. محسوم نخور همشو بر بابا بذار. همه رو بابا میخواد بخوره؟ نه همشو تو بخور. این چیه نوشتی؟ چی؟ این چرت و پرتا. میخواهم همینجا تلویحاً از تو خواهش کنم که همواره مراقب پدرت باشی و نگذاری او جای خالی مرا در خانه احساس کند. عزیزکم حواست باشه. من نوشتم. دست خط توی دیگه.
این خصوصی بود، برای چی برایش خوندی؟ مادر ترانه نوشته. برو بابا دیگه، من دستخط تو رو نشناسم که باید من بمیرم که. مسعود نامه رو تو نوشتی؟ عزیز جان بگو تو ننوشتی. ببین چه کارایی میکنی؟ سرکاریه. سرکاری چیه؟ مادر ترانه اواخر بیماریشون جون نداشتن، دستشون میلرزیده، اینطوری نوشتن. از اون روزی که یارو تو استخ گفت تلویان، تو هر جملت سه تا تلویان داری. الان من یه خط خوندم دو تا تلویان توشه. تلویان از تو خواهش میکنم، تلویان از تو میخوام. تابلو خودت نوشتی. این پسترین و کثیف در این کاری بود که تا حالا یکی در حق من کرده بود. دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت نبینمت. برو بیرون. یادته بهت گفتم وای به حالت اگه ترانه بفهمه؟ حالا ببین. فکر کنم خراب کردم. ببخشید. تهدید بزن دوست داری بیری؟ تلویه هنو نباید می نوشتی. دوبار گره آقا رو حساب کن. من پولم رو ندارم. حساب کن بابا. آقا دست شما درد نکن. چرا اینجوری رو میری؟ چجوری رو میرم؟ باره بابا با من حرف نزن. تو الان چرا ناراحتی از دست من؟ گفتم با من حرف نزن آقا جون. من یه اسمس میخوام بدم، شما چارچشی تو گوشی منی و توقع داری یه نامه همینجوری افتاده رو میز من نخونم؟ تو اسمس رو با نامه یا مادر محتضر برای دخترش یکی میکنی؟ محتضر چیه؟ این در حال احتضار. فهمیدم. اینم تازه یاد گرفتی؟ با مثل اینکه یادت رفته خودت نامه رو نوشتی ها. تو که نمیدونستی نباید میخونی. من چیکار کنم؟ اهل مطالعه هم دیگه. هر جو میبینم یه مطلبی هست حتما باید مطالعه کنم. آره بابا تو لیسانس تاریخ و 6 سال طول کشید تموم کنی. اولا که من میخواستم پایم قوی شه، دوما از تو بهترم که نام جعل میکنی میدی دست نامزدت، که اونم با 4 تا تلویه. هم 2 تا تلویه هم ولی عزیزکمه عالی بودا. محتضر عزیزکم تلویحن. اینا چی میگن؟ باش حرف نمیزنی؟ اوخ 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 این پسر قالتاقرم برداشته آورده اینجا. چقدرم به هم میاد؟ با اونم حرف نمیزنی؟ یعنی چی؟ همینطوری سرمونو بندازیم پایین بریم تو؟
تو یه کلمه باش حرف بزنی من به نشانه اعتراض اینجا رو ترک میکنم. نخند جدی دارم حرف میزنم. بریم سنگین خشن بی تفاوت. دیره دیره دین بچه آمدن. سلام. 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 بفهمید تو با چرا؟ بعدن توضیح میدن. قهری؟ نه فکر کنم حواسشون نبود منو ندیدن. با من از این بازی ها نکنی. ببین قبلا ما هم همه هم کردین دیگه. نه بابا همه هنگ چیست؟ مازیا خوبی؟ نه ولی الان خوب میشم. سرم زد تو سره؟ اون منو بزنه؟ تو زدی تو سرش؟ زدمش مثل پنشور رو زمین. صدای بوق اومد نفهمیدم چی گفتی. مثل چی؟ این موکت پن شده رو زمین. وقتی سر این اینطوری شده اون بیچاره حتما مرده دیگه. نه بهش بگونه. نرگس خواهش میکنم نرو. زده یکی رو ناقص کرده مسعود. بعد تو میگی نرو بیرون. حبیب، آقا حبیب، پاشو، چشماتو باز کن، سرتو بیار بالا. نمیتونم تکون بخورم. خودمم نمیتونم، اصلا سرمو نمیتونم تکون بدم. ای وای، آقا حبیب، چی شده؟ چه بلایی سرتون رو بردن؟ چه بلایی سر من رو بردن؟ بله. نگران شدین؟ بله. نگران من؟ بله. وای 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 من برم آب بیارم یه لیوان. خانوم این آب نمیخواد. اینا همه فیلمشونه. میخوام منو بپیچونن. حبیب، آقا حبیب، چشمات باز کن. حبیب جان، بلند شو، هیچ چیز نشده، بلند شو. دیدی چی گفت؟ من گفت. لطفاً در رو باز کنی. خواهش میکنم در رو باز کن. عالی شد. حالا دیگه به من حق بدین هر کاری بکنم. الان چطوری حبیب جان؟ الان خوبم، فقط یه چیزم سرم گیج میره. اصلا نمیدونم برای چیزه.
بفرمایید آقا. آبقند برای منه؟ بله. چرا؟ برای اینکه بخوریم دیگه. اینم بگیری. دفعه کاغذی هم باز برای منه؟ بله. یعنی هم آب هم دستمال؟ خب برای اینکه صورتتون رو باش پاک کنید دیگه. روشن میکنم. دلت خوبی بیاری با کله بزنی تو صورتت. معلوم چی میشه واسه چته تو؟ دیگه اسمم نمیاری. خیلی خوب. با اون دست زدن دیگه میذارم دماغم خیلی خوب. برو تو ببینم اگه من به تو نگفتم واسه تو اتاق نیای بیرون. برو تو. واسه داشت اینو ببر تو. بدو. برو. دیوونم کردن اعصاب نمیذارم. مسعود. مسعودی آقای کوش. تو کوچه است. عجب آدمایی هستن. اینو آورده تو خونه و مکنو ول کرده تو کوچه. من ببینم این بدبخت زنده است یا مرده. مسعود بلم کن دیگه. چی تو چته؟ اوه اینو میگم نهر این جلو چشم من دیگه میزنم ناقصترش میکنم و بی خود میکنی. اون گندی که امروز تو زندگی من زدی این الاتبازی الانت. بشین رکون نخور. بذار من برم تکلیف اینو روشن کنم مسعود. بشین. پاشی جوری میزنم که دیگه تکون نتونی بخوری یا. یا جواب نمیده. اون لحظه ای که شما اومدین بالا سر من و من رو صدا زدین خیلی لحظه خاصی بود. میدونین ببخشید از چه نظر؟ خب اجازه بدین با یک مثال خدمتتون عرض کنم. این شما فرض کنید یک آهویی که یک شکارچی نامرد تیری به سر اون زده افتاده روی زمین ناامید و اصلا این حیوان امیدی به ادامه زندگی نداره که یهو یک نسیم جنبخشی وزیدن میگیره و در کالبد این حیوان این در واقع نسیم ساری و جاری هست. یعنی چگونه اصلا منظورم اینه که این حیوان جان آقا رحیم ببخشید به من گفتین بدبخت؟ بله. ممنون. دوباره نسیم جنبش وزیدن گرفت. الان یه نسیم جنبش مازیار ولش کن آخه چته تو چرا؟ گاز گرفت مازیار وحشی گاز میگیری دست منو بیا بیرون تا بدالی کن تو چته؟ من چه به این دست منو گاز میگیری؟ اگه باده من نمه چی میگی تو؟ میگم دستمو گاز گرفت. تو چرا گاز میگیری؟ با به من چه؟ آخه چی بگم؟ ببین چه خودتی؟ تو هم آن درست حرف بزن تو لیه خانه محترم قدر پایی نشم خیلیه. اینجا چه خبره؟ چه خبره دوباره اینجا سر صدا رو انداختم؟ بیا برو تو ببینم. ماما فرش کن بیا برو چون ببینم. بیا برو چون دیگه هم بیرون نیا. مسعود تو هم بیا برو ببین پسر چی میگه. ای بابا پدر من رو در آوردی تو. برو تو بهت میگم اینجا این اصلا من رو نگاه کن. آقا حبی بله بیاین بیرون. رفت؟ بله. بقیه چی؟ بقیه هم رفتن؟ بله رفتن. بیاین بیرون. نرگس خانم ببخشید میخواستم یه چیزی بهتون بگم ولی راستش
چش تو چش نمیتونستم. حتی میدونم اینجا محل مناسبی برای این حرف نیست، ولی خب حالا که کسی نیست و هم دیگرم نمیبینیم، میخوام حرفم رو با هاتون بزنم. اصلا بذارید من راحت برم سر اصل مطلب. راستش میدونم براتون ناگهانی بود، ولی استحقاقشو داشتید. اصلا قرار بود مازیار بیاد اینو از طرف من بهتون بگی، ولی نمیدونم چی شد که شما فکر کردین که من از دوستتون دارم خواستگاری میکنم، ولی در واقع من از شما خواستگاری کنم و من میخوام با شما ازدواج کنم. میدونم چی داری میگی؟ مسعود؟ چیه؟ داری با خودت حرف میزنی؟ کسی نیست؟ نه. تو کی اومدی؟ همین الان. هی بیا 5 میلیون بدین یارو بره. چی؟ میگه دماغم شکسته. بگی. من خودم سرم ترک برداشته. 5 میلیون هم بدم؟ این الان بره کلانتری شکایت کنه میتونه دیه بگیره. مازیارم که نداره بده. آخرش خودت باید بدی. الان بیا بدون آبروریزی به خاطر رفاقت برو این پولو بده. ببخش من همین الانشم به خاطر رفاقتی که اینجام. نه خیر، به خاطر رفاقت نیست، به خاطر نرگس. شنیدی؟ حبیب جون شنیدن نمیخواد، دارم میبینم دیگه. به خاطر نرگس داری خودتو لوس میکنی، عدادم حسابیار در میاری دیگه. نه واقعا اینجوری نبود، یعنی من خودم میخواستم زودتر بیام بهت بگم. ببخشت. برای چی من ببخشم؟ تو باید دل نرگس رو به دست بیاری. یعنی تو مشکل نداری؟ معلومه که نه. چه مشکلی؟ نرگس الان ببینه تو فداکاری میکنی، شب بلافاصله میذاره کف دست دختره، میگه این آدم حسابیه. آه از اون لحظ. کجا؟ برم به این بیچاره چایی بدم. ببخشید من گفتم بیچاره؟ نه به اون. چه بلای سرش آوردید؟ حبیب قرار شد 5 میلیون بده یارو بره. واقعا؟ معلومه، حبیبه دیگه، لارجه. چقدر شما آدم خوبی هستین. خودتون سرتون ضربه خورده بعد میخواین به این آقای پول بدین؟ نه که تو هنوز حبیبو نشناختی. واقعا میخواییم بهش 5 میلیون بدی؟ من اصلا توی رفاقت این جور چیزا دارم مهم نیست، میدونی؟ اصلا مادیات اهمیتی نداره. شاید اصلا 6 میلیون بدم. ببخشید من باید یه معذرت خواهی ازتون بکنم. از من؟ چرا؟ آخه همیشه راجبتون یه جور دیگه فکر میکردم، الان فهمیدم زود قضاوت کردم. شما خیلی آدم حسابی تر از اون چیزی هستین که من فکر میکردم. ممنون. میخواین 7 میلیون بدم؟ من 5 راضیش کردم، اون 2 اضافه رو بده به من. حبیب بگو الان بهترین موقعیته. خود نرگس مستقیم گفت تو آدم حسابی، تمومش کن. نرگس خانم. بله.
چی شده؟ میگم میخواییم من چایی رو ببرم بشون. دستتون درد نکن حبیب. 5 بیشتر ندی یا اون 2 اضافه رو میدی به من. حالا داره این اصلا 5 میلیون بده؟ 5 میلیون برای اینا پولی نیست، کارخونه سنگ دارن. چقدر داغه؟ ببخشید. این 5 تومن واقعا زیاده. تو 500 بگی برو. جون تو زیاد نگفتم. اگه میخواستم مثل قبل بالت حساب کنم زیر 15 میلیون نمیگرفتم. تو یه رو پیش میخواستی 1 تومن بگیری. 1 تومن برای لخته بود. اگه همون موقع طمع نکرده بودی داده بودی، مجبور نبودی دیه دماغ شکسته بدی. دماغ تو که نشکسته که. اینا ها. اینم از سرش. بخوای بریم عکس بگیریم؟ ولی بیشتر میشه. من الان ندارم اینقدر پول بدم. میفهمم. ولی بی خودی کشش نده. زنگ بزن جور کن دیگه. کی گفته دیگه دماغ تو 5 تومنه؟ عزیزم شغل من اینه. همه قیمت ها اینجا هست. ببین من به تو هیچی نمیدم، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. حبیب من به این بچه پرو یه قرونم نمیدم. آقا حبیب من هنوز باورم نمیشه دادیم 5 میلیونو. بله تموم شد. چی رو تموم شد؟ خانم میگه یک قرونم نمیدم. خب معلومه که یک قرون نمیدم، نقدم. کارت به کارت. آخه این کارا چیه میکنه؟ قربونت برم، چرا در میاری؟ حالا سر خودت چیزی نشده؟ خب چقدر کم داری؟ چی؟ باشه باشه، شماره کارتتو بده برات با اینترنت واریز میکنم. بله خب دیگه، حالا خدافظ. شماره کارتت چند؟ 5 میلیونی که نمیشه با این ریخ. باید بریم توی بانک. بفرمایید. ممنون. خواهش میکنم. دمت گرم. واریز شد. بریم. شما بفرمایید، من اینجا کار بانکی دارم. یه لحظه بیاین، کارتون دارم. راضی باشین ها، این پول پیش من مثل وامه. وام؟ به پولی میگن که بخوای پس بدی. شما میخوای این پولو پس بدی؟ معلومه، تو نزدی که بخوای دیه دماغ منو بدی. مازیار باید بده. هر وقت داد من همون لحظه پولو بهت برمیگردونم. اگه زود بده میشه وام کوتاه مدت، اگه دیر بده دیگه تقصیر من نیست و میشه وام بلند مدت. بعد اگه اون پولو بهت نده چی؟ میشه وام بلاعوض. پول رختی سر بابام هم هر وقت داشتی بده.
اصلا فدای سرت. نده. شما ما رو دوست نداری ولی ما شما رو خیلی دوست داریم. زود میام پیشتون با امید دیدار. خدافظ. کاری داشته بگو. اوه وجدانن من پول اینو نباید ازت بگیرم؟ من با کی داشتم حرف میزدم که این سانه برام پیش اومد؟ با تو. امارایی نمیخواد؟ ولی من پولش ازت نمیگیرم. من همچه آدمی هستم. خدافظ. بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها دریاها بباریم تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان شاخه‌ای